هنر نزد ایرانیان است و بس بیانگر چه ذهنیتی است؟ به نظر یکی از مهمانهای برنامه اون چه خود را به وضوح در این گفته نشان می‌دهد بومیگرایی ایرانی است. چیزی که نه فقط در توده مردم بلکه در روشنفکران و حتی تاریخ نگاران ایرانی هم دیده می‌شود. آیا چنین است؟ سلام. با مرگ داریوش شایگان، بومیگرایی ایرانی یکی از چهره‌های شناخته شده خود را از دست داد. قافله‌ای که از بعد از انقلاب مشروطه با کسانی چون احمد کسروی و فخردین شادمان شروع شده بود، در پیش از انقلاب ایران بسیار تأثیرگذار شد. با کتاب مشهور جلال آل احمد، بومیگرایی و نقد غرب زدگی دو روی یک سکه شدند. اما انقلاب ایران مهر خود را مثل هر چیز دیگر بر بومیگرایی هم زد. روشنفکران عرفی چون شایگان کم کم از بومیگرایی دور شدند و حتی شماری از روشنفکران دینی گفتند در بومیگرایی سنت و دین تبدیل به ایدئولوژی می شود و از همین روزن به نقد علی شریعتی برخواستند. ولی دستبندی چهره های بسیار متفاوت در گروه بومیگرایان منشأ سوال های زیادی می شود. آیا می توان شخصیت های متفاوتی چون کسروی و فردید و آل احمد و شریعتی و شایگان را در گروه بومیگرایان گذاشت؟ بومیگرایی چیست؟ آیا بومیگرایی با مرگ شایگان به تاریخ پیوسته یا در کسوتی دیگر در حوزه اندیشه و عمل سیاسی خود را نشان می دهد؟ و به این معنا مثلا آیا نمی توان سید علی خامنه ای را بومیگرا خواند؟ یکی از منتقدان جدی بومیگرایی مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکاست. اما حسین کمالی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در مفهوم بومیگرایی و قرار دادن چهره‌های متفاوت در این مجموعه ایراد می‌بیند. خیلی خوش آمدید آقای بروجردی. از شما شروع کنیم. شما معتقد هستید این جمله مشهور هنر نزد ایرانیان است و بس افراطی ترین شکل بومیگرایی رو نشون میده. ولی پیش از اینکه به این اشکال متفاوتش بپردازیم، به ما یک تعریف شسته رفته از بومیگرایی بدید. چی هست؟ بله، عرض کنم که اولا اجازه بدید بگم که من خوشحال هستم که این بحثی که من حدود 30 سال پیش در رساله دکترا مطرح کردم اینقدر هنوز مطرح هست که ما در پرگار راجعش برنامه داریم یا در ایران این موضوع بحث محافل دانشگاهی شده. عرض کنم که من درکی از بومیگرایی دارم این هست که این یک تفکر التقاطی هست، یک گفتمان التقاطی هست که بر اساس سنویت میان ما و دیگری، خود و بیگانه بنا شده، که حالا اگر لازم شد میتونیم مبنای به اصطلاح فلسفی این داستان هم بیشتر بشکافیم. ولی مشخصه های عمده بومیگرایی تلاش هست برای بازگشت، بازآوری، عرض کنم زنده کردن آن چیزهایی که رسوم، ارزش ها، باورهای بومی و محلی یا ملی یک کشور به اصطلاح تلقی میشه در مقابله با آن چیزی که خطری از خارج شناخته میشه. بومیگرایی چیزی نیست که مختص فقط جوامع مانند ما باشه. به نظر من هم در غرب دیده میشه هم در شرق. برای مثال امروزه در کشوری که من زندگی میکنم امریکا، سیاست‌های آقای ترامپ نمونه بسیار زنده بومیگرایی است. وقتی که ایشون صحبت میکنه که اول از هر چیز امریکا، ما دیوار میخوایم بکشیم برای اینکه مهاجرینی که غیر از ما هستن، حالا مسلمان هست یا مکزیکی هست و میتونه خطری برای ما جلوه داده بشه، باید جلو اینها رو بگیریم. بنابراین سیاست هایی که بومیگرایی بر اساس اونها شکل گرفته، یک مقدار سیاست های فرهنگی است برای اون زنده کردن باورها، یک مقدار به اصطلاح دیدگاه هست که بر اقتصاد ملی
تاکید میکنه. بنابراین در مورد آقای ترامپ برای مثال مسئله تعرفه‌های گمرکی که صحبت میکنه کاملا همخوانی داره با این نگرش. و ضمن این هم اضافه کنم که این تفکر مثلا در امریکا یک قدمت طولانی داره. در امریکای قرن 19 مخالفت شدیدی بود با اومدن خارجی ها، ایرلندی ها، ایتالیایی ها، یهودیان که اینها رو غیر خود میدانستن. جنبشی در امریکا بود به عنوان کسانی که هیچ نمیدانند، نو ناتینگز به انگلیسی، که اینها واقعا بیان جدی مخالفت با خارجی بودن و اومدنشون. برای این پدیده ترامپ رو برای مثال در امریکا نباید به عنوان یک بله. چیز مشخص اگر به بستری که این بحث درش طرح بله. شده ایران و نخبگان ایرانی بپردازیم، شما فکر میکنید چرا بومیگرایی رشد کرد؟ در واکنش به چی بود؟ بله کاملا عرض کنم که به نظر من با در قرن 19 با هجوم تمدن و تجدد فرهنگی غرب، کشورهای جهان سوم بسیاری من جمله ما در ایران خودمون رو در یک موضعی دیدیم که فکر کردیم اون باورها و فرهنگهای ملی داره از بین میره، یا اقتصاد ملی و اون کشورها داره دستخوش تهاجم محصولات غربی قرار میگیره. بنابراین این معضل هویت، این که ما کی هستیم، چرا جامعه داره به سرعت عوض میشه و ما در برابر این باید چه کار بکنیم، بسیاری از روشنفکران ما رو که خب همونجور که انتظار میرفت افرادی هستند که نگران مسئله هویت هستند بیش از توده مردم، میبینیم که اینها میان شروع میکنن و به این مسئله هویت و اینکه چرا باید این ارزش ها رو ما دوباره بازسازی بکنیم یا به دست بیاریم یا حفظشون بکنیم به هر شیوه ای که میشه انگشت میذارن. که من در اون کتاب روشنفکران ایرانی و غرب یه 10 نفر از این افراد رو برشمردم که فکر میکنم نقش مهمی بازی میکنن. برای مثال شخصی مانند آقای فخرالدین شادمان میاد و در دولت مردان دوره پهلوی بود. بله، پهلوی بله. اول و دوم. بسیار مرد برجسته‌ای بودن و ایشون مثلا نظرشون این بودن که ما با حفظ زبان فارسی هست که میتونیم هویت خودمون رو در برابر تهاجم فرهنگی غرب نگه داریم. بله. هر چقدر میایم جلوتر این موزه عوض‌تر میشه. به اصطلاح در موزه اشخاصی مانند آقای آل احمد که بحث غرب زدگی رو مطرح میکنه، شریعتی که بازگشت به خیشتن رو مطرح می‌کنه، می‌بینیم که این بحث دامنه پیدا می‌گیره و برای مثال شریعتی از تشیع سرخ علوی صحبت میکنه، بعد از انقلاب ما بحث اسلام ناب محمدی رو داریم که اینا به نظر من همه دنباله یک حرف است. داریوش شایگان از انحطاط غرب صحبت میکنه، اینکه چقدر تمدن‌های آسیایی در معرض خطر هستند و غیره. آقای کمالی، شما چرا بومیگرایی به عنوان یک مفهوم برای توضیح اونچه که ازش صحبت شد رو نارسا میدونید؟ بله، من هم دوست دارم در ابتدا ابراز خرسندی و خوشحالی بکنم که به این موضوع مهم توجه شده است و فرصتی است که با جناب آقای دکتر بروجردی که سهم مهمی در صورت بندی مسئله به این نحو دارند گفتگویی داشته باشیم. البته باید من بگم که همچنین امیدوارم این برنامه زمینه ساز عبور از این دوگانه بومیگرایی در برابر غربگرایی یا هر مفهوم مخالفی که دارد زمینه ساز اون هم بشه، به این دلیل که به گمان من این دوگانه ها که در تاریخ فکری ما بسیار رایج هم بوده است و قدمت طولانی هم دارد، از جمله همین دوگانه هم قدمتش بسی بیشتر از 30 سال هست، بسی بیشتر از پیشتر از انقلاب مشروط است، این دوگانه ها گاه تبدیل به بت های ذهنی شدند که مانع ساختار شکنی و فراتر رفتن از این حصرهای منطقی شده است. به این دلیل من این چارچوب رو چارچوبی می‌دانم که نسل نو مورخان اندیشه یا کسانی که با فکر در ایران سر و کار دارند، با عمل در ایران سر و کار دارند، از او عبور بکنند. به این دلیل نقد بر وارد می‌دانم به این مفهوم و البته به این دوگانه پردازی‌ها. عبارتی که جناب عالی صحبت رو با او شروع کردید و اون رو مصداق و تجلی مفهوم بومیگرایی دانستید، اون رجز معروف هنر نزد ایرانیان است و بس. باید توجه داشته باشیم که در ابتدا این یک رجز بود، درسته در شاهنامه هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارند شیر ژیان را به کس،
رجز است. رجز مبنای استدلال نیست. و بعد هم در دوران متأخر، یعنی در 150 سال اخیر، شاید بیشتر این معنا به صورت طنز به کار رفته است. وقتی میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی هنر نزد ایرانیان نیست و بس. چه بهتر اگر ما میخواهیم نمونه ای از حکمت ایرانی نقل بکنیم، حکمت بزرگمهر حکیم رو بیاریم که گفت همه چیز را همگان دارند دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. خب این حرف حرفی است که بسیار قدمتش پیشتر از حتی شاهنامه فردوسی است و جدی گرفتنی هم هست و مبنای عمل قرار دادن هم هست. نکته ای که من در این بخش از صحبت دوست دارم عرضه بکنم این است که مفاهیمی مثل شرق و غرب، خود و دیگری، اینا همه مفاهیمی است که خودشون ساختار تاریخی دارند و شکل گرفتن تاریخی دارند. نقد رو باید از اینجا شروع کرد و این دوتا رو و این دوگانه ها رو نباید مفروض گرفت. مفروض گرفتن اینها رو ما رو میندازه به یک زندانی که بعد رها شدن از اونها دشوار است. ما رو به زندانی میاندازد که ناگزیر میشیم سید احمد کسروی رو با جلال آل احمد کنار هم بپنداریم، با داریوش شایگان، با جناب دکتر نصر، با دیگران، اینها رو همه رو مثل هم بشماریم. درست است که اینها یک عناصر مشترکی بینشون هست، اما اینها متفکران همسانی نیستند، در دوره های متفاوت هستند، در پاسخ به پرسش های متفاوتی در ذهنشان بوده است. و برای همین ما لازم می‌دانم که بحث رو از اینجا شروع بکنم. اگر ما از قالب این دوگانه ها بریم بیرون و به یک فضایی توجه بکنیم که این بومیگرایی یا غربگرایی یا غرب ستیزی یا هر چی که هست عناصری هستند از یک فضا، نه دو حد یک خط، این فکر میکنم بحث ما رو پیش بده. بسیار خوب. شاید من در از ابتدای صحبت های آیه کمالی شروع کنم. آیه بروجردی گفتن که این لفظ رایج هنر نزد ایرانیان است و بس، این رو نمیشه ربط به بومیگرایی داد چنان که در مقاله شما چنین شده. بذارین که اصلا جدی گرفته نشده، بیشتر مایه طنز داره و شاید بسیاری از بومیگرایان رو به این معنا بشه گفت که خیلی از این صحبت ها رو خودشون هم ممکنه جدی نگیرن، به خصوص کسانی چون آل احمد که نویسندگانی هستن که طنز کم در کارشون نیست. بله، عرض کنم که صحبت آقای کمالی در رابطه با رجز خواندن این بیت درست است، ولی اینکه این تفکر بیان واقعی در ایران نداشته و به طنز بوده، به نظر من اونجاش باش مخالفم. یکی از بومیگرایان مهمی که در من کتاب راجعش صحبت کردم آقای احسان نراقی است که کتابی دارن با همون عنوان آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، که به نظر من یکی از زیباترین به اصطلاح گفتمان‌های بومیگرایی رو ایشون در اون کتاب قشنگ مطرح کردن. احسان نراقی آدم کمی نبوده، تأثیرش در جامعه شناسی ایران به اصطلاح ناچیز نبوده. بنابراین این حرفی نیست که جدی گرفته نشده. ببینید، من با حرف آقای کمالی در این رابطه موافق هستم. بس این نیست که ما بیایم بگیم در برابر غرب تنها آلترناتیوی که وجود داره تفکر بومیگراست. من کاری که خواستم بکنم در این کتاب این بود که این آگاهی رو به خواننده ایرانی بدم که ما در مقابل با غرب افتادیم به دام بومیگرایی، نه اینکه باید در اونجا بمونیم. درسته انتقاد من به بومیگرایی این هست که یک هستی شناسی ذات انگارانه داره. درسته، یعنی فکر میکنه که ما و غرب در مثل دو تا مدل سیمانی در مقابل همدیگه قرار گرفتیم و راهی بیش از این چیز نیست، در حالی که بحث این است که نه، بیاین و کمبودهای این رو ببینین. عنوان فرعی کتاب روشنفکران ایرانی و غرب هست پیروزی نافرجام بومیگرای انگلیسیش است Tormented Triumph of Nativism. در همون جا در اون کتابم هم بحث است. اشاره شما احتمالاً به انقلاب ایرانه، نه؟ بله، میخوام بگم بله. این گفتمان پیروز شد با انقلاب ایران، اما متاسفانه چون انقدر سوراخ فکری درش وجود داره، انقدر مشکلات عدیده ای داره که وقت برای مثال میاد وقتی که در اینقدر از غرب نقد میکنه، ولی واقعا نقد جدی کدوم یک از این متفکرین ما نقد جدی گفتن از غرب که امروزه در محافل علمی و آکادمیک دنیا میگن که مثلا فلان نقد آقای اکس
درسته در رابطه با تجدد غربی مهم بوده. انتقاداتی که ما کردیم به غرب انتقادات بیشتر اخلاقی بوده به نظر من، انتقاداتی بوده که اومدین در یک دنیای متافیزیکی و نه تاریخی، در یک دنیای متافیزیکی اومدیم شرق رو یا ایران رو به عنوان امپراتوری معنویت شرقی حساب کردیم و دنیای غرب رو هم دنیای کامل به اصطلاح عقلی که بر ضد دین و عرض کنم حکمت الهی اومده شورش کرده. بحث من این است که این نوع دوگانگی ها رو باید به کنار گذاشت، کاملا باید فرای اون رفت، ولی اول باید بفهمیم که چه شکلی به اینجا رسیدیم، چرا هنوز که هنوز هست بعد از 40 سال در جمهوری اسلامی هنوز حکومت ما در گیرودار همین گفتمان بومیگرایی داره صحبت میکنه. بله. از سیاست اقتصادیش گرفته تا مبارزه با تهاجم فرنگ. آقای کمالی اگر اجازه بفرمایید من بحث سیاسی روز چون قصدم نیست که انجام بدم، بحث رو فکری نگه داریم. بله. و برمیگردم مطلبی که عرض کردم راجع به دوگانه تراشی و بت‌های ذهنی ساختن. در واقع حتی اگر کسی مثل نراقی، احسان نراقی یا کسان دیگری به صراحت خودشون رو بومیگرا خوانده بودند که نخوانده‌اند، البته گفتند که عناصری از فرهنگ ایرانی یا اسلامی هست که باید بر اونها تاکید کرد، استخراج فرهنگی کرد، تقلید فرهنگی کرد، تعابیری است که بعضی از این افراد استفاده کردند، اگر هم اونها خود رو بومیگرا خوانده بودند، ما در مقام تحلیل تاریخی لزومی نداره محدود بمانیم به همون دوگانه هایی که اونها ساختن. از قضا احتیاج فکری ما این است که این دوگانه ها رو بشکنیم و تا وقتی که ما به این دوگانه ها دامن بزنیم ناگزیر یک طرف رو یک گروه خواهند گرفت، یک طرف رو گروه دیگر، و در این میان برنده کسی است که به صدای بلندتر میتونه فریاد بکشه، کسی که قدرت داره. بس این نیست، بس من این نیست که اینها خودشون رو بومیگرا گفتن یا نگفتن. من اتفاقا میگم که اینها نگفتن چون آگاه نبودن به این کاری که دارن میکنن. اتفاقی که افتاده این که من اومدم در این مدلی که ارائه کردیم گفتم که اینها میتونن در این چارچوب قرار بگیرن و بنابراین محدودیت های گفتاری اینها است، نه اینکه ما بیایم در همین زمین مادام العمر بمونیم. وجه اول فرار رفتن از این دوگانگی این است که اول آگاه بشیم که یه بره داستان اشکال داره. من معتقدم اون چیزی که اشکال داره خود این دوگانه است، یعنی یک مجموعه بسیار پیچیده از عوامل و عناصر رو کوچک کردن به دو طرف، بومیگرا و غیر بومیگرا. من مشکل رو در اینجا میبینم، در این سطح از تحلیل میبینم، در این سطح از توصیف میبینم. شما توجه بفرمایید که ما وقتی کسی مثل آل احمد رو داریم، آل احمد تصوری داره از نقش عاملیت، نقش ماشین. ظاهرا هیچ کدوم اینها مثلا در کسروی نیست، نه با ماشین خیلی درگیر بوده از ذهن او، چون برای یه دوره دیگری داره می‌نویسه. ما وقتی که به این مباحث روشنفکری پیش از انقلاب و بعد از انقلاب توجه می‌کنیم، باید ببینیم که اوضاع جهان چه بوده است، اوضاع اقتصاد جهان چه بوده است، چه نظریه‌هایی در به تعبیر جناب عالی محافل آکادمیک مطرح بوده است. در دهه 60 دهه 70 این ایده که خب یک مرکز هست، یک پیرامون، خب طبیعی است روشنفکران محلی هم به این پاسخ میدادن، میخواستن جای خودشون رو در این روشن بکنن. عرض من این است که ما بعد از 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 150 سال، هر چقدر که میخواییم یک دوره بندی زمانی در نظر بگیریم، خودمون رو محدود به این دوگانه ها نکنیم، خودمون رو محدود به چندگانه ها هم نکنیم، بلکه یک دینامیزمی رو مورد توجه قرار بدیم. وقتی از هویت صحبت میکنیم، شما فرمودید معضل هویت، مسئله هویت این مسئله نیست که یک بار برای همیشه حل بشه. هویت یک امر سیال است. هویت قرن 19 ایرانی با هویت قرن 21 ایرانی تفاوت میکند. و به این معنا معتقد هستید کسانی که ممکنه مسئله هویت داشته باشن اینها رو در یک گروه نمیشه گذاشت؟ این مسئله هویت هم یکی از مسائل است که برای اینا مطرح بوده است. توجه، یکی از مسائل، مسئله فقط هویت نیست، مسئله یعنی فقط هویت فردی نیست، هویت اجتماعی هست، پایگاه اجتماعی هست، جایگاه اقتصادی کشور، جایگاه اقتصادی، یعنی این ما، همون خیشتن، آنچه خود دایسته بیگانه تمنا میکرد که فرمودید نراقی نوشته است. البته نراقی هم عاقل‌تر از اون بود که بگه هنر نزد ایرانیان است و بس. اون رجز نخوند، بلکه اون شعر حافظ رو مبنا قرار داد که آنچه خود دایسته بیگانه تمنا میکرد
نکته این است که این خود کیست؟ خود، کدام خود؟ ولی وقتی ما وقتی شما آقای کمالی میگید نکته این است که خود کیست، آیا منظور شما این است که هر کدوم از این روشنفکران یا دولت مردان و در این حال روشنفکر مثل آقای شادمان اینها درک متفاوتی از خود و خیشتن داشتن، بنابراین در یک گروه قرار دادن اینها شاید چندان راهگشا نباشه؟ این نقدی است که در آثار کسان دیگه هم من دیدم، مثلا آقای محمد توکلی ترقی که در همین بر نامه چند هفته پیش شرکت کردن، میگن به جای اینکه ما اینها رو بومیگرا بنامیم، اینها رو در واقع باید نوآور بنامیم، برای اینکه اینها سعی کردند از عناصر متفاوت فرهنگی چیزی بیامیزن و چیزی درست کنن که برای جامعه ایرانی مناسبه، یعنی مدرنیتی یا تجدد ایرانی. این یک گفتمان بسیار گسترده است، درسته، و آقای شادمان یک شکل با مسئله برخورد میکنه که آدم مذهبی نیست لزوما در نوع نگرشش، آقای شریعتی یک نوع دیگه مطرح میکنه. وجه اشتراکی که مهم هست در آثار همه این افراد، اما یه نکته مهمه، بله، اون مسئله هویت دغدغه اصلی همه این افراد هست، درسته، از شادمان بگیر تا شریعتی. و میان چیکار میکنن؟ و خب حرف اساسیشون چیه؟ میگه که خیلی خوب، ما در برابر یک تمدن غربی قرار گرفتیم، یک دشمن یا یک حریف بسیار قدری هست، درسته، و اون حریف قدر چنان داره ما رو مشت فرهنگی میزنه، مشت تمدنی داره میزنه که از اون چیز ما چیزی باقی نمانده. عرض من این است که صورت بندی مسئله به این شکل رابطه خطی بین دو نقطه باعث میشه که مسئله فرو کاسته بشه، مسئله قدرت. یعنی همین تحلیل شما رو یک عده میگیرن، شما گفتید که بومیگرایی خطا بوده است که اینها کردند، به طور نادانسته، به طور این غیر ارادی حرفایی زدن که منجر شده است به پیروزی نافرجام فلان چیز. در این صورتبندی اشکال در این است که کسی اون پیروزی رو نافرجام نمیدونه، میگه خیلی هم چیز خوبی بوده است، آفرین، ما اصلا اسم نداشتیم تا الان شما به ما اسم هم دادی، ما بومیگرا هستیم. این بوت ذهنی است، این رو باید شکست. خب، یعنی بومیگرا در واقع این عنوان بومیگرا ما رو غافل می‌کنه. به نظر میاد که فقط اینا کسانی هستند که همونطور که فرمودید در تعریف بومیگرایی، اینا میخوان که در برابر هجوم بیگانه بایستند و به عنصر خود تکیه بکنند، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. یعنی فقط ماجرا این نیست، فقط ماجرا این نیست، چه در مثال امریکای کنونی که شما فرمودید، چه در مثال روشنفکران ایرانی پیش و پس از انقلاب. شما اصلا عنصر جایگاه طبقاتی اجتماعی رو اصلا وارد در این قضیه نکردید، خیلی مهم است، بسیار مهم است که خب چه کسی این خیشتن، یعنی کدام خیشتن؟ یعنی خیشتنی که علی شریعتی، مرحوم علی شریعتی در کتاب در کبیر میگه، اون خیشتن با خیشتن شایگان خیلی فرق میکنه. اصلا اینا دو تا طبقه متفاوتن. او یک بازرگان زاده است، این یک زاده یک دوره محل پیرامونی در خراسان. شادمان یه پایگاه اجتماعی دارد، از یک منظر صحبت میکنه، فقط هم پایگاه اجتماعی نیست، چون من قصدم تحلیل طبقاتی در اینجا نیست، وضعیت دنیا هم مؤثره. احمد کسروی که پس از جنگ جهانی اول مینوشت کاملا متفاوت است با جلال آل احمدی که در دهه 60 داره می‌نویسه. دهه 60 میلادی در دهه 60 میلادی تاثیرات زیادی داشت. یعنی اونها رو باید وارد کرد و این عنوان، این برچسب بومیگرا چشم ما رو می‌بنده از اون عناصر. ببینید، اولا که چند تا من چیز نکته رو مشخص کنم. اولا بحث من این نیست که در فضای فکری ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب یا شما غربگرا بودین یا بومیگرا. من هیچ وقت نمیدم افرادی مانند فریدون آدمیت، هما ناطق، ابراهیم گلستان عرض کنم که این نوع افراد رو برای مثال بیام در چارچوب بومیگرایی بذارم. اینقدرم اشراف دارم به تاریخ روشنفکری جامعه ایران که بدونن که برای یه چنین افرادی بودن که چنین حرفهایی نمیزدن. بنابراین بس این نیست که فقط این دوگانگی وجود داره. با فرمایش آقای کمالی من از این لحاظ مخالف هستم که فکر میکنم که جایگاه طبقاتی افراد فرق زیادی نمیکنه. بله، شما افرادی مانند شادمان دارین، نصر دارین، شایگان دارین که به حکومت شاه نزدیک هستن.
از خانواده اشرافی هستن بیشتر. از خانواده اشرافی هستن یا مناسب مهم دارن. بله. آقای شادمان مثلا وزیر دوران بعد از کودتا هم هست. درسته؟ پس بنابراین این نیست، ولی دردی که ایشون احساس میکنه به عنوان یک روشنفکر، چون فهم میکنم اون خصلت و هویت روشنفکری ایشون بر روشن بر خصلت سیاسیشون غلبه داشته. برای همین هم که این کتابهایی هم که نوشته، چه رمان چه کتابی که نمیرسم عقص تمدن فرنگی یا در راه هند و غیره که صحبت میکنه، با این موزل هویت داره کشتی میگیره ایشون. موزل هویت هسته، ولی خیلی از اینا راه چارهای متفاوت پیشنهاد میکنن. مثلا آل احمد اونجوری که آقای کمالی گفتن خیلی عاملیت انسان ایرانی رو ارتقا میده دیگه. این چیزیست که مثلا آقای فرزین وحدت در کتابش اصلا مبنا رو بر این قرار میده، میگه که این چهره ها در واقع به این دلیل تأثیر گذار بودن در انقلاب ایران، کسانی چون شریعتی آل احمد، که به انسان ایرانی گفتن تو خود اراده کن. بله. و به این معنا بومیگرا نامیدن اینها چندان مشکل رو حل نمیکنه، برای اینکه هر کدوم از اینا راه چارهای متفاوت پیشنهاد. شما در مقالتون گفتید که روشنفکران ما حق نداشتن ادعای بت شکنی غرب رو ترک کنن، با این کار وجدان خود رو آسوده کنن. کسی مثل آل احمد اصلا وجدان خودش رو آسوده نکرد، تا آخر جنگید دیگه. نه ببینید، بس این است که من حرفی که دارم میزنم این نیست که این آدم ها آدم های مبتکری نبودن. چرا اینقدر مهم شدن در تاریخ فکری ما؟ چرا ما به شریعتی میگیم معلم انقلاب برای مثال؟ چرا غرب زدگی آل احمد میشه قرآن فکری چندین نسل روشنفکران ایران؟ که ولی مثلا چه میدونم نوشته های آقای جزنی چنین چیزی نقش رو پیدا نمی کنه. در این که شکی نیست که اونها عامل ابتکار، حرفی برای گفتن داشتن که اومدن مطرح کردن. با حرف آقای کمالی هم در این بخشش من موافقم که در هر دوره زمانی شکل بندی این مسئله فرق می کرده. انتظاری به غیر از این داشتن منطقی نیست. آقای کمالی، مثال داریوش شایگان مثال خوبیه، به این دلیل که نشون میده که با مفاهیمی چون بومیگرایی شاید بشه سیر فکری اینها رو، اون سفر عقیدتی اینها رو مطالعه کرد. داریوش شایگانی که پیش از انقلاب از آسیا در برابر غرب بنویسه، بعداً کمپ فکری خودش رو تغییر میده و میگه که اگر نوری هست این نور از غرب خواهد آمد. حتی یه مقدار قطعی تر هم میگه اگر نوری باشد جز از غرب نخواهد اومد. و شما اگر یک ابزاری مثل بومیگرایان در مقابل جهانیگرایان رو داشته باشید، علی‌رغم اینکه به گفته شما این نباید خطی کشید اینا رو از هم جدا کرد، ولی این مفاهیم به هر حال به این دلیل ساخته میشن که میتونن بعضی از این مشکلات رو حل کنن دیگه. اگر شما چنین مفهومی داشته باشید، خط فکری شایگان رو خوب میتونید بفهمید. یعنی کسی که معتقد ما خودمون اون چیزهایی که باید رو داریم کافی است، ولی بعداً به این چیز میرسه که اگر نوری باشه جز از غرب نخواهد اومد. یعنی به بومیگرایی پشت کرد دیگه و بعد انقلاب دینی رو نوشت. آقای شایگان، من تطویل نمیدم چون جلسه ما برای بحث در شرح آراء ایشان نیست، اما شایگان مسیر پیچیده و درهمی داشت. حتی در انتهای کتابی که فرمودید، فکر کنم نقل قولتون از هویت چلتکه بود اگر اشتباه نکنم، در اونجا حرفای گاه متناقض میزند. یعنی همچنان ذهنش با اون مفاهیمی که در آسیا در برابر غرب مطرح کرده است درگیره. بله. و تلاش کرده است در یک 40 سالی این رو در یک چشمانداز نوی قرار بده و اونجا میگه که آره، ما به هر حال هیچ چیز غیر از مدرنیته نیست، آمده همه چیز رو گرفته، اگر هم نوری قرار هست بیاد از اونجا از غرب باید بیاد. و منتها میگه خب شرق هم یه چیزایی داره، معنویت داره، اخلاق داره، عرفان داره. بیشتر از هر چیز در انتهای عمرش به عوض اخلاق روی عرفان تاکید میکرد. چون کاملا درست گفتن آقای دکتر که اندازه زیادی از گفتمان رایج که ایشون اسمش رو گذاشتن بومیگرایی، بحث اخلاقی درش غلبه دارد که غرب کابارها هست یا نیست. بالاخره غرب کابار است یا غرب چیزای دیگر هم هست. شایگان در کتاب هویت چلتکش گاه حرفای متناقض هم زده است. آیا منظورش اینه که نمیشه شایگان رو بومیگرایی نامید که بعداً پشت کرد به بومیگرایی و این مفهوم نارساس؟ اجازه بفرمایید من دو مرتبه مطلب رو از به یک صورت دیگری بیان بکنم. بله. نه اینکه نمیشود، آقای دکتر بروجردی کردن
بله. کتابش هم هست، کتاب خوبی هم هست، 10 نفر رو برجسته کردن، گفتن آقای بومیگرا هستن. بله. میشود این کار رو کرد. حرف من این است که باید از این دوگانه فراتر بیاندیشیم، نه اینکه نمیشود این کار رو کرد، به خوبی انجام شده است. مسئله این است که آیا مطلوب است، نه اینکه میسر است. میسر بوده است، میشه به افرادی برچسب خاصی زد، کمک هم میکنه در طرز، در شناختن یک نگاهی است به گذشته ایران که یک مرد متفکری عرضه کرده است. میگه من نقشه رو اینطوری کشیدم، پیشنهاد من این است که ما نقشه رو از نو بکشیم. خب به عوض این دوگانه ها، مثلا چون از آقای توکلی ترقی نقل قول کردید، بیایم بگیم که چطور گروه های مختلف، افراد مختلف، اهم از سیاسی، روشن فکر، هنرمند، دیگران مفهوم ایران رو نو آرائی کردند یا نوین به شیوه نوینی آراسته اند. بیایم از این جهت صحبت بکنیم. اینجا بحث بومیگرایی مطرح نمیشه، بحث کوشش برای نوسازی و نو آراستن مطرح میشه. یه گفتمان دیگری است. من البته متکفل بیان نظر کس دیگری در اینجا نیستم. بله، این در واقع شرح دیگری است که متفاوت با اونچه که شما طرح میکنید. یعنی شما میتونید داریوش شایگان، جلال آل احمد، اگر نه همه اون چهره ها، ولی چندین چهره شاخص اینها رو کسانی بنامید که مفهوم ایران و هویت ایرانی رو در واقع از نو طرح میکنن، برای اینکه در درونش عناصر تجدد رو هم بیارن، و این به یک معنا تجدد بومیه، اما اینها رو بومیگرا نمیکنه، اینا کماکان متجددن. اجازه بدین اتفاقا چون شایگان به نظر من مدل بسیار جالبی هست برای این بحث، یک مقدار راجع به ایشون بپردازیم، تا فکر میکنم که این از لحاظ تاریخ اندیشه واقعا مورد جالبی است. ببینین داریوش شایگانی که ما در آسیا در برابر غرب میبینیم که از 4 بحران غرب صحبت میکنه، انحطاط فرهنگی هست و غیره، همینجور که آقای کمالی هم گفتن، بعد از انقلاب 4 سال بعد از انقلاب جزوه انقلاب دینی چیست رو می نویسه، 2 سال بعد از اون کتاب مهم دیگری به عنوان اسکیزوفرنی فرهنگی، کالچورال اسکیزوفرنیا رو مطرح میکنه. در این کتاب ایشون حرفایی میزنه که به نظر من نقد بسیار جدی بر تفکر بومیگرا است، من جمله به خودش. میگه آره من درکم از اسلام یه درک درستی نبود. چرا؟ چون با علامه طباطبایی و این نوع افراد مشهور بودم و بقیه رو نشناختم. اونجا در کالچور اسکیزوفرنیا میگه که روحانیت و مردم عامه وچه اشتراک دارن، چون هر دو تا پری مدرن هستن، پیشا مدرن هستن، برای این زبان همدیگر رو میفهمن. میگه ما در حاشیه تاریخ قرار گرفتیم، ما رفتیم تعطیلات از تاریخ، درسته؟ و حالا زنگ زدن، زنگ مدرسه خورده، باید برگردیم به مسیر تاریخ. بنابراین حرفایی که شایگان داره در این دوتا کتاب مطرح میکنه انتقادهای بسیار بسیار جدیه. همین شایگان ولی در اواخر اون وقتی که کتاب 7 اقلیم وجود رو مینویسه که برمیگرده به شاعران مهمی مثل سعدی و اینا، بله دوباره میبینید که همون تفکر عرفانی، اون چیزی که ایشون واقعا دغدغه و علاقه ذهنی سالیان سالش بوده، به وجه بسیار بسیار زیبایی در شرحی که بر هر کدوم از این شاعران بزرگ می‌نویسه. می‌خواید بگید که شایگان در نهایت نتونست رهایی پیدا کنه از اون چه که شما بومیگرایی می‌نامید؟ بله، من فکر می‌کنم شایگان بومیگرایی بود، بعد از انقلاب انتقادات جدی به خودش انجام داد، ولی اون حالت التقاطی خودش رو کماکان تا آخر عمر حفظ کرد. من اجازه بفرمایید بگم، اولا اسم کتاب آقای شایگان هست 5 اقلیم حضور، نه 7 اقلیم وجود، درست بخشید، من که 5 شاعر رو پرده، بله 5 شاعر، معذرت میخوام. و کتاب البته در سالهای اخیر عمر آقای شایگان به فارسی منتشر شد، ولی در واقع اون یک مقاله است که ایشون به زبان فرانسه در همون دهه 80 نوشته بود. یعنی همون فکر، این اون دوتا کتاب اتفاقا همزاد یک دوره زندگی آقای شایگان است در فرانسه، خودش هم در مقدمه گفته است. یعنی اینطور نیست که بعدا رجعتی کرده باشه و اون حرفا رو پس گرفته باشه. اگر اینطوری بگیم که شایگان حرفای متنوعی گفته است، گاه متضاد گاه متناقض، اون وقت مجبور نمیشیم که بگیم او بومیگرا بود، بومیگرا زاد و بومیگرا مرد. یعنی ساده کردیم فکر مردی رو که در کتاب خودش دعوت میکند به چند جریانی دیدن فکر. تمثیلی که استفاده میکنه و وام داره متفکرین فرانسه است، میگه از ایده ریزوم، از ایده ریشه
ریشه های در هم تنیده. خیلی جالب است، یعنی دو قطب نیست، این آدم ریشه های در هم تنیده است. اتفاقا زندگی خودش هم اینطور بود. وقتی شما لباس پوشیدن او رو، حس زیبا شناختی او رو، استتیک او رو میبینید، نوشتن او رو میبینید، حرف زدن او رو میبینید، او بیشتر یک روشنفکر فرانسوی است، ولی در ایران زندگی میکنه، در ایران حرف میزنه، با پنج شاعر بزرگ ایران همزیستی فکری میکنه. اتفاقا او تجسم همین ایده است که بومیگرا نیست، جهانیگرا، یک آدم کاملا کوزموپولیتن، آدم کاملا جهانی است. چرا به اینطوری نگاه نکنیم به قضايا؟ چرا به جوان ایرانی امروز، به متفکر ایرانی امروز بگیم که، چرا نگیم به او که آقا از این دوگانه برو بیرون، گوش نکن که چه کسی بلندتر فریاد میزنه، چه بهتر که این دوگانه را بشکنیم و به جوان ایرانی بگیم که نمون درگیر این دو طرف، بدون که هر کی بلندتر صحبت میکنه و نعره میکشه لزوما متفکر بهترین است. من واقعا دوست دارم ببینم من در کدوم نوشته خودم گفتم که جوان ایرانی در این دوگانه بمان. ابدا شما نگفتید، دیگران از این استفاده میکنن. ابدا من که با جمادی آشنایی سالیان دارم. حالا که میگید دیگران استفاده میکنن، میخوام بس رو بکشم به وضعیت حال حاضر. برای اینکه بومیگرایی در میان روشنفکران سکولار ایرانی الان من نمیدونم نماینده داره یا نه، هستند روشنفکران و تاریخ نگارانی که بحث ایران شهری رو طرح میکنن، ممکنه شما اونها رو هم بومیگرا بنامید، ولی نماینده شناخته شده ای که بومیگرا بنامیدش من دوست دارم بدونم کی هست، و بعد بپردازیم به این که آیا بومیگرایان رو در جای دیگه، در کمپ دیگه، در طیف دیگه، در میان دیندارها و از جمله اگر بخوایم مثال بارزشو بیاریم، آیا میشه دولت مردان صاحبان مسند در جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رو بومیگرا نامید؟ سوال چندین تا، ولی میخوام ببینم آیا در میان سکولارا شما الان بومیگرایی میشناسید؟ از اینجا شروع کنیم بعد به سوالای دیگه. عرض کنم ببین، به نظر من یه اتفاق مهمی که با انقلاب ایران افتاد و این تحولات 14 دهه گذشته این بود که خیلی از این روشنفکران، خود من جمله، مجبور شدیم که با میراث فکری گذشتهمون یک کشتی فرهنگی بگیریم، درسته؟ و خیلی از اون عقاید گذشته رو به کنار گذاشته شد. برای همینم هم شما امروزه میبینین که بسیاری از این عناصر گفتمان بومیگرایی که در گذشته اینقدر غالب بود، امروزه دیگر به اون شکل ارائه وجود نمیکنن، درسته؟ چون لول انتقاد بسیار بالا رفته. درسته، اگر شما بگین که آقا ما نمیدونم تجدد غربی میخواد کاملا ما رو از بین ببره و ما باید در برابرش صد ایجاد بکنیم و غیره، امروزه با تمسخر در دنیای روشنفکری ایران روبرو میشید، درسته؟ کما اینکه به بخش دوم سوال شما رفتش بدم، بله، به نظر من بومیگرایی رو ما در حکومت جمهوری اسلامی به بهترین شکلی در این 40 ساله سعی کردن این رو به اصطلاح به سیاست تبدیل بکنن، درسته؟ ولی در هر قدم باش با مشکل برخوردن و ما یک عقب نشینی تدریجی داشتیم. حالا فکر کنین این عقب نشینی که صحبت از تهاجم فرهنگی غرب میکنه، یه روز مشکلش با ویدیو، یه روز مشکلش با ساتلایت، امروزه مشکلش با تلگرام و غیره و غیره، ولی میبینین که نبردی نیست که شما بتونین در اون برنده باشین. آقای کمالی، میشه حتی اگر از لفظ بومیگرایی و از این مفهوم استفاده نکنیم، بله، چون به گفته شما مسئله ساز هست، میشه به شکل دیگه ای گفت که بحث اسلامی کردن علوم انسانی متعلق به اون شیوه فکری است که میگه نیازی به جهان خارج نداریم و به این معنا معتقده که ما در این زیست بوم خودمون خودکفا هستیم و به این معنا بومیگراست؟ بله، اتفاقا مثال خیلی شایسته است. اینجاست که من عرض کردم به حرف کسی که بلندتر صحبت میکنه نباید گوش کرد، به حرف کسی که قدرت داره نباید تسلیم شد. وقتی که افراد رو مخیر میکنیم بین یک دوگانه، آنچه خود داشت و آنچه غربی است، آنچه بیگانه است، خب طبیعی است که این وسط اون کسی که قدرت بیشتر داره و بگه بله ما خودمون داریم، او برنده است. من پیشنهادم این است که فراتر از این گزینه‌های بیشتری بگذاریم در مقابل گزینندگان. بحث درباره اسلامی کردن علوم انسانی در واقع بحثی است که به رغم هزینه‌های فراوانی که برش شده است، نه فقط هزینه‌های مالی، هزینه‌های فکری
دو نسل گرفتار این فکر بودند. چون دوگانه انگار است به خطا رفته است. از قضا چون دوگانه انگار است به خطا رفته است. عرض من این است که فراتر از این دوگانه، باز دوباره میگم یک فضای فکری رو بگذاریم، بگیم کسی که میخواهی روشن فکر باشی کافی نیست که فقط گذشته ایران رو پشت کنی بهش، برای اینکه پشت کردن به گذشته، انکار گذشته، تاریخی نبودن خودش یه معضله، خودش یه معضله. توجه دادن به اینکه هویت و کیستی مدام سیال است، مدام متغیر است و به این تغییر باید توجه کرد با آوردن مثال مثلا شایگان دیگران، ولی محدود نموندن در سطح نمونه ها. مسئله امروز ما هم هست، مسئله امروز ایران. من یه مثال بزنم چون گفتید سنت از نظر کی بره. یکی از چهرهایی که بومیگرا خوانده میشه و تاثیرگذار هم بوده آقای حسین نصره. بله آقای بروجردی حسین نصر رو بومیگرا مینامه، ولی میخوام ببینم تحلیل شما چه است، و خصوص که بحث سنت بسیار مهمه دیگه در این بحث بومیگرایان. بله جناب آقای دکتر نصر استاد ارجمند، خودشون میراث برای یک سنت فکری هستند تحت عنوان جاویدان خرد، و در دانشگاه در ایران هم که تشریف داشتن، در انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه که تاسیس کردن، مجله منتشر میکردن به اسم جاویدان خرد که ترجمه است، البته مفهومی است که در نزد متفکران دیرین ایران زمین هم بوده است و ایشون هم اون رو گرفتن، حکمت خالده، و گفتن یک معانی مهمی در اندیشه معنوی انسانی هست که اینها فراتر از تاریخ است، اینها سنت بشری، سنت معنوی بشری است و باید ما به اینها متمسک و متوسل بشیم. توجه دارم که این بازسازی من بازسازی خیلی ساده انگارانه است، همونطور که درباره دیگران هم صحبت کردم ساده سازانه و ساده انگاران است، ولی مجموعاً این رو میگن و دعوت میکنن به رفتن به اون سنت، برگشتن به اون سنت، قدر نهادن به اون سنت. اگر بتونم انتقاد خودم رو عرضه بکنم در اینجا نسبت به این فکر، این است که اون چه در اینجا مخفول میماند و این حرفی است که دیگران هم گفتن، توجه نکردن به ساخت تاریخی سنت است. سنت یه چیزی نیست که همیشه به همین شکل بوده است و خواهد بود. خود سنت زائیده تاریخ بشر است. اتفاقا حرف من درباره دوگانه نساختن، یکیش همین سنت در برابر تجدد. اینم از همون دوگانه هایی است که به ما ضرر زده است. آقای بروجردی، این دوگانه سنت در برابر تجدد، آقای کمالی میگن شبیه دوگانه بومیگرا و جهانیگرا است. یکی از عواملی که در تفکر بومیگرا اتفاقا به نظر من جالب توجه است، باید بهش احترام گذاشت، دقیقا این مسئله است که میگه آقا اگر مثلا علم جامعه شناسی یا مردم شناسی غربی اومده و بر اساس داده های اون نوع جوامع بنا شده، شما بیاین داده های جوامع خودتون رو بهتر بشناسید. درسته، اول خیش رو بهتر بشناسید بخوایم جلو برابری. ولی به نظر میاد در این کتاب شما این دوگانه بومیگرا و جهانیگرا تا حدی معادل هست با تجددگرا و سنتگرا، یعنی بومیگرایان رو سنتگرایان مینامید دیگه. برای اینکه در مثالی که شما الان داشتین داشت صحبت کنین، دکتر نصر که استاد خود بنده هم بوده، آقای نصر معتقد کل تجدد غرب رو باید باش مخالفت کرد. توجه کنین، نمیگه عناصری از این ور اون ورش، میگه کل تجدد غربی، مدرنیته غربی برای ما خطری هست که اون تفکر معنوی ایرانی اسلامی رو از بین میبره. خب من اینجا با ایشون دیگه اختلاف نظر دارم. درسته، من اینکه شما بیاین شرق رو مخزن الهیات، درسته، و عرض کنم که مفاهیم عالیه ببینین و غرب رو یک دنیای به اصطلاح عقل مداری که هیچی از این نوع انسانیت نشناخته، به نظر من این یه دوگانه سازی کاملا بی ربطیه که هیچ گونه اعتبار علمی براش نمیشه قائل شد. دکتر نصر یک پروژه فکری داشته است و دارد، و پروژه بعد از انقلابش این است که خطاب به مسلمان‌ها بگه برگردید به سنت، به سنت اسلامی، مقهور و منهزم و جذب فرهنگ کنونی نشید، و این فرهنگ، این پیام خیلی شنونده داشته است در جهان انگلیسی زبان به خصوص. پیش از انقلاب هم حتما ما باید بستری رو که این ایده درش مطرح شد در نظر بگیریم، و او اسلام سیاسی بود،
اسلام چپ بود که میبایستی سرکوب بشه و اون سرکوب در برابر مثلا حرفایی که دکتر شریعتی درباره تشیع سرخ، تشیع علوی مطرح میکرد که شما فرمودید، یک اسلام فلسفی فکری کاملا به لحاظ سیاسی خونسا بایستی مطرح میشد. اتفاقا حرف من این است، شریعتی و نصر هر دو رو نیتیویست خواندن، بومیگرا خواندن، به ما نمیگه که بستر رشد این دو ایده کاملا متفاوت چه بود است. برای همین دعوت من این است که به عوض درست کردن این بلوک های سیمانی به تعبیر شما، به عوض به رسمیت شناختن این بلوک های سیمانی، چون شما میفرمایید فرمایشتون درست است، من که درست نکردم این بلوک های سیمانی رو، من خبر دادم که اینا وجود دارن، من میگم در اخبار از واقعیت هم، از اخبار از جهان بیرون هم به این بلوک های سیمانی ولو اینکه ادعا شده است که وجود دارن توجه نکنید. شمار زیادی از روشنفکرانی که بومیگران نامیده میشن با 28 مرداد به خوبی آشنا بودن، با جسم و جانشون تجربه کرده بودن و اینها میدیدن که اونچه که دست خارجی نامیده میشه چی کار میتونه بکنه. اگر پیش از اون برگردیم به دوران مشروطیت، شمار زیادی از روشنفکرانی که بومیگران نامیده میشن با دخالت‌های انگلیس و روسیه آشنا بودند. اگر باز برگردیم به دهه 40 شمسی ایران، تأثیراتی که اینها از جنبش‌های دهه 60 میلادی در خود اروپا گرفتن، این رو هم نمیشه نادیده گرفت. به این ترتیب میشه گفت اونچه که شما بومیگرایی نامیدید و برداشت من اینه که مثل یک عارضه، مثل یک بیماری این رو دارید بررسی میکنید، در واقع واکنش طبیعی روشنفکرانی است که میبینن که نیروهای مخرب خارجی چیکار میتونن بکنن، چه میتونن بر سر نهضت‌های ملی بیارن دیگه. کاملا درست. من در فصل اول همون کتاب اگر توجه کنین اومدم و اینو اشاره کردم که مثلا از اومدن عرض کنم مثلا آقای گاندی در هند، یا دخالتی که آقای فرانس فانون با انقلاب الجزایر داشته، اومدم دونه دونه اومدم اینا. شما همه میدونن که چقدر تاثیرگذار بوده فانون روی شریعتی. من اتفاقا فکر میکنم در بین روشنفکران جهان سوم اگر کسی هست که بشه بهش گفت پیش قراول بحث بومیگرایی، فرانس فانونه و هیچ کس دیگری نه. ایشون کتاب مهمی دارن که برمیگرده به همین حرف شما، به اسم Black Faces and White Masks، یعنی سیاه پوستانی که میخوان در رفتارشون سفید مابانه ماسک سفید بزنن، و اونجاست که بهشون یک تلنگری داره میزنه به این نوع افراد که آقا از خواب پاشین، چرا این تقلید کورکورانه از عرض نیست، بیماری نیست دیگه. کاملا شما نگاه کنید، اشارتون خیلی جالب بود به 28 مرداد. آل احمد یک آدم توده‌ایه، درسته؟ که از حزب توده میبره بعد با اون داستان نیروی سوم غیره، و بعد آخرش میرسه به این موزه که روحانیت ایران سنگردار به اصطلاح جنبش آزادی خواهی است، جنبش آزادی خواهی است، و بعد با اون پیوست هم بسیگه. بنابراین بدون شک نمیشه، یعنی شما اگه بخواید تاریخ اندیشه رو خارج از اون شرایط اجتماعی در نظر بگیرین، به هیچ وجه به نظر من تحلیل درستی نمیشه. منظورم اینه که خیلی از روشنفکران ایرانی از جمله مثلا آقای آشوری گفتن این دغدغه هویت و این بومیگرایی ناشی از کینتوزی روشنفکران ایرانیه، و مشابه چنین چیزی رو من در تحلیل شما میبینم. حال اون که اگر ما به روندهای سیاسی اجتماعی نگاه کنیم میبینیم که این واکنش ها من متوجه نیستم کینتوزیه. من گفتم تو کتابم، گفتم که بومیگرایی به نظر من مرحله کودکی ناسیونالیسم فرهنگی، همونجور که لنین راجع به چپ روی میگه بیماری کوچکی به اصطلاح مارکسیست، فکر میکنم بومیگرایی هم بیماری دوران طفولیت به اصطلاح این ناسیونالیسم فرهنگی است که ما در جوامع جهان سوم من جمله ایران باش روبرو بود. چنین معادله‌ای رو شما یا چنین تصوری رو میپذیرید که نوعی از ناسیونالیسم، منتها ناسیونالیسم دوران طفولیت؟ راستش اینجور داوری های دوران طفولیت و اینها همون داوری های اخلاقی است، اینا روی دیگر اون سکه است، و من تلاش میکنم از اینجور داوری ها پرهیز بکنم، و چون همین یک داوری اخلاقی ساده نیست، یک برچسبی زدن است که یعنی غلط است، یک داوری معرفتی تحت لوای و سایه یک داوری اخلاقی صورت میگیره، این درست نیست. و
باز هم میگم چرا داوری اخلاقی آقای کمالی؟ اگر بگیم از لحاظ پیشرفت تاریخ اندیشه طفل عقب افتاده، این داوری اخلاقی توی نگفتیم. بسیار خب، این بحثی است که شاید در جای دیگه باید طرح بشه. ممنون، به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و همینطور تشکر از مهمانهای برنامه، مهرزاد بروجردی و حسین کمالی. در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه رو روی یوتیوب منتشر میکنیم. به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید، میتونید این برنامه رو زودتر از دیگران ببینید. هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافتن. البته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه و حتما میدونید چند دقیقه بعد از خاموش شدن این دوربین ها صحبت خودمانی خواهیم داشت که در پادکست منتشر خواهد شد. شب و روز بر همه شما خوش.